گفته ای؟ به خاطر مردم بالا رفته، از مردم بهره ما میگیره و خیلی خلاصه و ساده بگم با پول مردم، اگرچه با کار هنریش، ولی با دستمزدی که از مردم به دست آورده خوب زندگی کرده، وظیفه داره که در زمانی که ملتی گرفتار میشود و کشوری در بنده، راه بیفته و حداقل کاری که میتونه بکنه این که حرف بزنه. من نمیگم که اگر من حرف زدم مردم ایران باید حرفای من حتما گوش بکنند و قبول بکنند، نه، من انسان آزاده ای هستم و فکر میکنم که فقط باید بگویم. شما میخواید حرفای منو گوش بکنید، قبول بکنید، میخواید نکنید، ولی وظیفه یک هنرمند گفتن مطالب و گفتن واقعیت هست. بنابراین از همه چیز بودم، از پدر، مادر، خواهر، برادر، خانه، سگ و گربه، همه چیز که داشتم بریدم، از تمام مادیات، از تمام مسائل روحی، عشقی، قضایی، هر چیزی که فکر میکنید بریدم، دور دنیا را افتادم برای اینکه برای مردم کشورم قدمی بردارم. ممکنه که بعضیا به این قدم من ارج نگذارند و اون رو نپسندند، اون مسئله بعضیا هست. وظیفه من هست به عنوان انسان زنده ایرانی به دور دنیا برم و اون قدم رو بردارم. بعدها مردم خواهند گفت که آیا درست قدم برداشتم یا اینکه اشتباه کردم. که معتقد انقلاب موافق نیستم و فکر نمی کنم هم این اتفاق بیفته. این چی میگه این آقا؟ کدام ایرانی میتونه مانند این باشه؟ دکتر فرخزاد، دکتر فرخزاد دکترای علوم سیاسی داشته از آلمان، ساده نیست، ساده نیست. نوشته های نغز و پرمغز دکتر فرخزاد در آلمان، آلمانی های شاعر و اهل اندیشه رو به تأمل وامی داره. یعنی یک مغزی بوده دکتر فرخزاد. خب کارهای دیگرش در زمینه موسیقی و اون چه که شما میدونید رو دیگه من نمیخوام بگم، دیگه خودتون میدونید. چه مغزی بوده، چه محبوبیتی داشته. یه چنین آدمی میاد چی میگه؟ میگه که از همه چیز بریدم. خب میگه از همه چیز بریدم، از مردم. میگه هنرمند چون از مردم به هر حال پول میگیره، به یک جایگاه بالا میرسه، اینو داره توضیح میده. بعد میگه که وظیفه دارد مردم و کشوری که در بند است را بیفته و حداقل حرف بزنه و و و و و نهایتاً میگه من یه انسان آزاده‌ای هستم و اونگاه میگه که از همه چیز بریدم، پدر، مادر، خواهر، خانه، سگ، گربه، همه چیز که داشتم بریدم، از تمام مادیات، از تمام مسائل روحی، عشقی، خورد و خوراک یعنی غذا و هر چه که فکر بکنید بریدم. بار دنیا را افتادم برای اینکه برای مردم کشورم قدمی بردارم. و خب میخوام بگم یک کسی که جایگاه بوده این کار میکنه. حالا من اینا رو اینا تکراری است. من میخوام چه نتیجه‌ای بگیرم. اینا رو شما میدونید، من اینا رو نمیخوام بگم. اون چیزی رو که گفتم شما نشنیدید، ناگفته 40 سال است، به اون میخواییم برسیم. نهایتاً دکتر فرخزاد زمانی که اینو سلاخی میکنند
با بیش از 10-15 ضربه کارت این آدم 900 مارک اون زمان بدهی داشته. حالا اینو داشته باشید، امروز ما میبینیم که میگم ویژگی تا ما خودمونو سالم نکنیم بسیار سخت هست از این گرفتاری ها بیرون بریم. دکتر فرخزاد خودش یه جا چی میگه؟ من خودم راستش بخواهد تا سال پیش، یعنی من یه ویدئوی رو امسال گوش دادم، مغزم سود کشید، شوکه شدم، یعنی چنین چیزی رو فکر نمی کردم. من گمان می کردم زمانی که دکتر فرخزاد زنده هست بسیار دکتر فرخزاد در پیوند با این و اون هست، بسیار کسان هواشو دارن، بسیار کسان میگم که خود دکتر فرخزاد چی میگه؟ تک تنها بود آقای ایوب، گوش میدید؟ این همه ایرانی هایی که امروز تو رسانه ها هستن، 80 سال داره طرف، 70 سال داره، 60 ساله، یعنی چی؟ یعنی میخوام بگم اون زمان که دکتر فرخزاد بود تو همین آلمان، تو همین اروپا، تو آمریکا اینا بودن دیگه. برید بپرسید از یکی یکی اینها. آقا شما اون روز با این آدم چه برخوردی کردید؟ شما اون روز با این آدم چه برخوردی کردی؟ درود به شما، سلام به شما دوستان. من نام ها رو میبینم اینجا مینویسی و همیهن گرامی استیالا بگم و دیگر دوستان. یک ایرانی، دکتر فرخزاد زمانی که زنده بود با یک ایرانی نه خونش میرفت نه اون ایرانی ها میرفتن تو خونش. پس از اینکه مرد، یعنی به قتل رسید اون چنینی، آقای ایوب جان شما گوش بده، براش قبر درست کردن. برید ببین چه قبری درست کردن. دروغی ایرانی رو ببین، اون روز باهاش مخالف بودن، دشمنش بودند. هنگامی که رفت، ایرانی میگم مرد پرسته، نوشته من اینجا داشتم از دکتر فرخزاد، بذار من اونو نمیدونم چیکار کردم بیارم اینجا، بد نیست. یا شما اینجا ببینید دیگه، هنگامی که خودش میگه تنهای تنها بود، خب من بارها گذاشتیم، شما هم دیدید. من چرا دکتر فرخزاد اینها رو میگه؟ تو با تمام قلب‌های ایران زندگی می‌کنی. با مردم ایران زندگی می‌کنم. ولی واقعا تک و تنها زندگی می‌کنم. نه مهمون خونم میاد، نه من جایی میرم. یک سگ دارم. میدونی چرا؟ میدونی چرا؟ چون بابا فوتر. میدونی کی یک روزی چی گفت؟ دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر، که از دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست. من این همه انسان از طریق دوربین تلویزیون می... انسانی آرمیده، یک انسان. خب من دیگر هیچ. ببینید چرا دکتر فرخزاد اینه میگه؟ میگه جامعه ما قهرمان زنده قبول نمی کند، باید مرد تا قهرمان شد. اوکی؟ یعنی چی؟ دکتر فرخزاد زمانی که زنده بود اینها رو دید،
دروی ایرانی ها. دید صدای خودش شنیدی دیگه. نهایتا اینه میگه، هنگامی که میمیره یک کسایی دکان باز میکنن، کاسبی را میندازن. آقای غلی یا غلیپور از این نام ها براش قبر درست میکنه. همون زمان همین آقای غلی که دوست خانم فرای پهلوی، فرای دیبا هست، همون زمان غلی دشمن دکتر فرخزاد بود، دشمن فرخزاد، مخالف فرخزاد، که میخواست سر به سن فرخزاد نباشه، الان براش قبر درست میکنه. دروی ایرانی رو ببین، الان هر سال براش پارتی میگیره. پارتی فرخزاد داره. همون زمان شما ببینید دکتر فرخزاد میگه که من با هیچ کس زندگی تو با تمام قلب‌های ایران زندگی می‌کنی. با مردم ایران زندگی می‌کنم. ولی واقعا تک و تنها زندگی می‌کنم. نه مهمون خونم میاد، نه من جایی میرم. خب ببین، می‌دونی چرا؟ این آقا نزدیک همون غلی زندگی میکرد، علیرضا غلیپور یا غلی. روزی که دکتر فرخزاد مرد، ترور شد، سلاخی شد، گوش تا گوش بریدند، 900 مارک بیداشت. هنگامی که دکتر فرخزاد ترور میشه، پس از سالها غلی و روحانی و دیگران براش سنگ قبر درست میکنند. میگه دیگه آه، باید مرد تا قهرمان شد. غلی ها کشتند فرخزاد رو، امروز برای جشن میگیرن. من یه سال گفتم دیگه، مراسمشون رفتم، همین مراسم مرداد رفتم، بن پیاده رفتم، دیدم اینها کاسبی دارند. بعد از پس از اینکه برنامه تموم میشه، کجا فسنجونش، کجا مرغش، کجا ماهیش بهتره، یه سری خانم پانوم ها دیگه دارن از سر کول هم بالا میرن، غلی و فلان و اینها. خب این درویی ایرانی است. ایرانی تا زمانی که دست از درویی بر نداره، شما دیدید که نهایتا ما رسیدیم به خمینی و رئیسی و سردار گازنبوری و ازبک قالیباف و روحانی و چه و چه. چرا؟ از ماست که بر ماست. خب تمام این ایرانیایی که تو اروپا و آمریکا و استرالیا هستن، یکیشون سند بیاره، امروز ایرانیان درون میبایستی لعنت بفرستن، جلوی اینها بگیرن. همونها که به دکتر فرخزاد خیانت کردن همون زمان، همونها آیا به آقای ایوب درون ایران، به آقای کوروش، اینجا دارم میبینم کوروشی 46، به آقای یوسف زیا، به آقای STM، به آقای بگم دیگه، آقای آرمین، جناب اسکار ما و دیگران، به این مادر پیر ما، شما فکر می‌کنید اینا رم دارن؟ اینایی که شما توی رسانه ها دارید میبینید، پر شمار دیگه، شما در این لایو میبینید، تو فیسبوک میبینید، تو این کانال های تلویزیونی میبینید، آقا این پرچم شیر خورشید دارن، تو تلگرام اینور اونور هستن، هم ایران هی اعدام نکنید توییتر میکنن. اینا ببین همونن که به دکتر فرخزاد ببین رحم نکردن. دکتر فرخزاد میگه باید مرد تا قهرمان شد، من تنهای تنها هستم. دو قدمی دکتر فرخزاد بودن، پس از این مردن بهترین سنگ قبر براش درست کردن. این ایرانیست، ایرانی بیرون. خب من چی میخوام بگم؟ من میخوام بگم ایرانی، سال پنجم شد، سال دهم شد، پونزدهم شد، بیست، سی، چهل، چهل و یک شده، چهل و دو هم میاد، چهل و سه هم میشه، پنجاه، شصت، هفتاد، ایران آزاد نخواهد شد. چرا؟ چرا؟ کی میخواد آزاد کنه؟ با آرزو کردنه؟ با دعا و جادوه؟ با نذر و امامزاده و اینجور چیزات؟ نخیر. تنها میبایستی ایرانی های باهوش، آگاه، میهندوست، سالم، ایرانی هایی که بویژه درون کشور هستن کمک کنن، ولی از خود ایران درون نمیشه، چون رژیم کنترل میکنه، دستگیر میکنه. مغز میبایستی بیرون ایران باشه.
ولی شما این آدمایی که دارید میبینید توی واتساپ گروه دارن، اینو دعوت میکنن، اونو دعوت میکنن، چیزای خوشگل میگن، بیانیه میدن، فراخوان میدن، این فراخوان هیچ گونه، نه اینکه من گفتم یه شمار آدمای سالمی هم هستن، خوبی هم هستن، من گمان نکنید که بگم نه اینا همه مزدورن از او بجز، نه خیر. من اینجا زمان نیست دوستان گرامی توضیح بدم که چرا راه اینها هر بخشی، یعنی من این لایوی که الان میبینید کم کم شاید 10 بخش داره، هر بخش یه چیزی بودن 2 ساعت میبایسته براش توضیح داده بشه. پس یه گفته اون چیزی رو که من میبایستی 20 ساعت یا بیشتر رو بخوام بگم، در این 1 ساعت خورده‌ای شما به من حق بدید که بیشتر از این یه جوری دیگر نمیشود. من لایو گذار مانند دیگران نیستم که هفته 2-3 تا لایو میذارم. خب طبیعی است هر وقتی میرن یه چیزی اونجا کلی تنها به یک آیتم میبرزه، نخه من ماهی 2 تا برنامه لایو بذارم، ماهی یعنی هر 2 هفته یه بار. در حالی که هیچ کس به اندازه من سخن، مطالب نو، ناگفته ها، تحلیل از نگاه دیگه نداره. یکی اینکه کارم اینیست، دوم که اونقدر یه مقدار حال و حوصله این چیزها رو ندارم. و در اینجا میام دیگه یه سری دوستان خب نیازهای، پرسشهای ویژه اینها رو میگن. بله، امیان ما نوشتن اسکار روشن فکران خودخواه و جاه طلب در این زمان و موقعیت یک پشیش ارزش ندارم. برای درود به شما، بسیار زیبا نوشتید. ببین جناب اسکار گرامی، در هر حال من گفتم دیگه 41 سال شد، چشم به هم بزنی میشه 42 سال، چشم به هم بزنی میشه 43 سال، چشم به هم بزنی میشه 44 سال، 50-60-70، به چه بهایی؟ به چه بهایی؟ نابودی بیشتر ایران، هرچه این فلاکت بیشتر میره میشه، بیشتر این در زمین فرو میره، مشکلات بیشتر میشه. فکر نکنید تحلیل اشتباهی است فکر کنیم که آها گرفتاری زیاد میشه، فلاکت بیشتر میشه، فقر و اینها ستم، رژیم زودتر میفته. نه اینجوری نیست، تحلیل هم اشتباه است دیگه. اینجا دکتر بیژن عبدالکریم بی زیبایی گفت، تحلیل ها کامن سنسیه دیگه، تحلیل ها ژورنالیستی است، تحلیل ها سیاسی است. تحلیل سیاسی تنها برای قصه خوبه، بیکاری تنهایی بوده، تنهایی تنها. چرا؟ چرا یکایکی این ایرانی ها از قلی تا دیگران قلی پور نمیان یک بار بگند؟ چرا یکی از شاهزاده رضا پهلوی نمیپرسه؟ از شعبانو فرن نمیپرسه؟ از کسایی دیگه نمیپرسن؟ آها این دکتر فرخزاد، شما زمانی که زنده بود یه سند نشون بده که یه جا شما اینو دعوت کرده باشید، یه جا ازش ستایش کرده باشید، یه جا دکتر فرخزاد از شما ستایش کرده باشه، به ویژه اون 2-3 سال پایانی زندگیشو میگم، 2-3 سال پایانی. یه نکته ای رو بگم، یک دروغی رو یک شخصی در سوئد، حالا نامش نمیخوام بگم، پخش کرد در یوتیوب، یه لایوی گذاشت، پر شمار هم دیدند که آقا دکتر فرخزاد بریده بوده، میخواسته بیاد به جمهوری اسلامی، چه و چه و اینها. یک هم یعنی خانوم از آدمینهای پارلمان ایران هم هست، میشناسم، خانم مهندس ماندانا، برای من هم یک کامنتی گذاشت، گفت آقا ایشون یه چنین چیزی گفته، یکی از دوستانش حالا اونجا یک کامنتی برای من گذاشت که ظاهرم برای ایشون کامنتی گذاشت که اینو حالا یه چیزی رو من گذرا خوندم، نهایتا به من گفت که آیا شما آماده اید مناظره کنید؟ من کسایی که در برابر نور حقیقت دروغی رو پخش کنن یا مانع بشن برای روشن شدن رسیدن به حقیقت، من گفتم طبیعی است از من اگر درخواست بشه یا دعوت بشه بنده رد نمی کنم، برای این که کسان دیگر آگاه بشوند یا دست کم دیدگاه دیگر رو بشنوند. اما آیا اون طرف،
آقای شریف امید فکر میکنم چنین نامی، آیا اون هم جرأت داره؟ آیا اون جرأت داره؟ چون اینا گاهی بسیار مدعی هن، ولی خوب اگه دقت کنی اینا منبر دارند. آخوند من میگم کراواتی هن اینا، آخوند کراواتی هن. هنگامی که یه چیزی رو میگن فکر میکنن که آها حالا فرض کن 1000 2000 بیشتر یا کمتر دیدند، لابد درستم هست، حقیقت هم هست. نه خیر، حقیقت که با 1001 میلیون و 10 میلیون دیدن و ندیدن که نام نمیگیره، نام حقیقت. حقیقت داستان دیگه ای داره. تا پیش از کوپرنیک میلیون ها هزاران، یعنی هم سالها همه میگفتن چی؟ زمین مرکز کائنات هست. گالیله رو حکم اعدام دیگه اگر توبه نمیکرد که میسوزوندن. امروز هم پرشمار اگه باشه که اون آقای تسلوم هم میگن 5-6 میلیون فالو میکنند و یه برنامه بذاره اینجوریه. پس حقیقت به اینجور چیزا نیست. اینا من میگم یه طرفو منبر دارن دیگه. بنده خانم ماندانا شما در فیسبوک بگمانم کامنت گذاشته آیا آماده ای شما مناظره کنید با این آقا که در سوئد هست درباره دکتر فرخزاد، چون نام دکتر فرخزاد هست. بنده ممکن اشتباه کنم، داوری نمیذارم دیگه. آیا ایشون مرد هست؟ آیا ایشون جرأت داره؟ شما بهشون برسانید، به این آقای امید در سوئد. اوکی، همیهنان بیان ببینن که دیدگاه من که مخالف دیدگاه آقای ایشون که چنین چیزی رو میگن در باید دکتر فرخزاد، اونگاه شما داوری کنید. خب اگر ایشون راست میگه، یعنی کارش، من میگم اگر تقلب نیست، یعنی یک سویه یه چیزی رو تنها میگه، میگه مهم نیست، حالا این همه شنیدن، نظر دیگر رو که نیدن، بنده پس آمادم که شما ببینید در پاسخ ایشون که گفته که در پایان روزای آخر دکتر فرخزاد بریده بود، متمایل شده بود، حالا به چیز، من میخوام بگم چرا دروغ داره میگه. چنین نیست، این ادعای این شخص در سوئد اشتباه است. خب این از این. ما گرفتاری بیرون ما این هست که من پیشترم یه بار گفتم، به امید روزی که این آدم های سالم دور هم جمع شن، آدم های سالم. امروز مغزدارها کنار رفتن، پوچا میان رو آب لایف میذارن، در رفای هرز همه جا دارن میگیرن. یعنی شما چشم باز میکنی هر سو اینم اینو میگه، اینم اینو میگه، اینم اینو میگه، گمان میکنی که شاید راست میگن. نخیر، یک دروغ رو، یک اشتباه رو اگه هزاران بار تکرار بشه، میلیون ها تن هم تکرار کنن، دروغ دروغه، اشتباه اشتباه است.